بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. چه قسمی که از آیه مبارکه تلاوت شده هو ایداس، امروز خواستیم صحبت مختصری پیرامون امانت و امانتداری، ارزش و جایگاه امانت از دیدگاه دین مبین اسلام و کی مستحق است که نزد از او امانت گذاشته شود و کسانی که امانت میگذارند از طرف خداوند به او چی پیام است و اختیار این موضوع به این مناسبت است که در این روزها تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان به خاطر تشکیل پارلمان آینده به حیث وکیل و نماینده مردم خود معرفی میکنند و بزرگترین امانت مسئولیت اجتماعی و سیاسی است. به این خاطر و به همین هدف مناسب دیدم که امروز لحظات پیرامون همین مسئولیتی بزرگ صحبتی داشته باشیم و همچنین مختصر پیرامون ویژگی های نظام سیاسی اسلام صحبتی داشته باشیم. شک نیست که همانطور که اسلام عزیز در عقیده، در عبادت، در نظام خانواده، در نظام مالی، در نظام بین الدول یا بین المللی دارای مشخصات است، دارای ویژگی هایی است که قوانین وضعی و نظام های معاصر تا کنون نتوانستن به او مستوا ارتقا کنند. همچنین اسلام عزیز در نظام سیاسی خود دارای ویژگی هایی است که هیچ ضرورت ندارد که از کسی چیزی را به استعاره بگیرد و به او چیزی پیوند داده شود. خطاب الله است: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امروز ما دین شما را به پایه تکمیل رساندیم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودیم و دین مبین اسلام را به حیث جامع‌ترین، کاملترین و دین ابدی و دستور حیات برای شما پسند کردیم. خداوند میگه بناً اسلام در تمام جوانب خود
دینی کامل است. هیچ ضرورتی ما نداریم که زیر یک پروتکل یک چیزی را از دیگرها بگیریم و در کدام جایی که اسلام نقص دارد او را پیوند کنیم. دیگرها از ما گرفتند ولی متاسفانه ما نتوانستیم که برنامه خود دین خود به شکل درست درک کنیم، بفهمیم و بتوانیم که چه قسمی که اول امت با قیادت رسول اکرم علیه السلام یارانشان خلفای راشدین توانستن که توسط نظام سیاسی اسلام و توسط دین مبین اسلام تمام بشریت از تاریکی های جهل نجات بدهند. شاید در ذهنتان سوالی مطرح شود که در آن وقت انسانها در جهل در غار و در کوه زندگی می کردن. از انسانی قرن 21 اصلا انسان روشن فکریست، انسانی که دیگه به اسلام ضرورت ندارد و تو از یک نظام 14 قرن پیش صحبت میکنی در حالی که انسان در کره ماهتاب پایین میشود. سوال بیجاست. ما از کره ماهتاب و از تکنولوژی بحث نمیکنیم، ما از بم اتم بحث نمیکنیم، از انرژی و برق بحث نمیکنیم، از هواپیما بحث نمیکنیم، از مکوک فضایی و یا خلاپیما بحث نمیکنیم، از پایین شدن انسان به سطح ماهتاب بحث نمیکنیم، بلکه به سطح مریخ اگر پایین شود بحثی نداریم با او. از انسانیت سردرگم بحث میکنیم، از انسانی که جایگاه خود از دست داده بحث میکنیم، از انسانی که امروز مکرمترین مخلوق خداوند وظیفه خود از دست داده است از او بحث میکنیم، از انسانی که منهج الهی را پشت سر گذاشته است به حیث خلیفه به زمین خداوند را آفرید وظیفه خدا فراموش کرد. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت وظیفه توست. در وقتی تو او جایگاه خود دوباره به دست میاری، در وقتی او مقام والای خود به دست میاری که تو منصب خود به دست میاری که او خلافت است، ما از همچنین انسان بحث میکنیم. تکنولوژی چیزیست، ثقافت و فرهنگ چیزیست. تکنولوژی انسان نمیسازد، انسان تکنولوژی میسازد. یک انسانی که بمی اتم میسازد و هدفی از او از بین بردن کره زمین باشد، آیا ما میتونیم بگیم که او برای انسانها الگوست؟ ولی او انسانی ده که خدا فرستاد که به تمام کائنات رحمت باشد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او میتونه که به تمام بشریت الگو باشد، مقتدا باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، رسول الله به شما بهترین الگو هست. بحث من سر این موضوع، لذا من از این بحث نمی کنم که ما مسلمان ها نظام اسلامی را، اسلام در زندگی خود عملی ساخته، دیگران را بگیم که مثل ما بیاین شما هم اسلام در زندگی خود عملی بسازید. نه خیر، بلکه به دیگران میگم ما مسلمان ها متاسفانه نتوانستیم که این مسئولیتی که به ما سپرده شد به شکل درست ایرا این امانتی بزرگه درک کنیم، بفهمیم، بدانیم، با او ایمان داشته باشیم، در زندگی خود را عملی بسازیم، در زندگی فردی و اجتماعی، در زندگی اداری و سیاسی، در زندگی بین دولی و همچنین در زندگی خانواده. شما مطالعه کنین، بیاین چه قسمی که قرآن پیام دارد، و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم، با ما خطاب است، با کسانی که مورد خطاب خداوند است، میگه اگر شما روی میگردانین، اگر شما به دین ضرورت ندارین، اگر شما مسئولیت خود نمیتونین پیش ببرین، پیش الله تعالی بسیار آسان است قومی دیگر، امتی دیگر، ملتی دیگر را خداوند انتخاب میکند به خاطر حمل این رسالت مقدس. اونها با مثل شما نمیباشند، اونها رسالت خود درک میکنند،
اونها مقام و جایگاه والای انسانیت را درک کرده، رسالت الله تعالی را حمل کرده، او را در محلش وضع می کنند. قصه نهایت هست، قسمی که خدمتتان عرض شد. اسلام دارای نظامی است که انسان به انسان زندگیش منظم می سازد در چوکاتی یک سلسله حقوق و مکلفیت های متبادل. دارای نظام عقیدوی است که پیوند انسان به الله تعالی در چوکات توحید و یکتاپرستی و محبت محکم می سازد. دارای نظامی است که ما چه قسم بتانیم که اداره داشته باشیم، اداره مسئول، اداره مسئول که هر فرد بتواند با آزادی تام با قائد در جایی که اشتباه میکند، با مسئول در جایی که خطا میرود آزاد انتقاد بکند، و مسئول قسمی که بعد از پیوستنی پیغمبر محبوب من صلی الله علیه و سلم بر رب العالمین مسئول است به نام خلیفه رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، و بعد از او مسئول است به نام عمر رضی الله عنه، و بعد از او به نام عثمان رضی الله عنه، و بعد از او به نام علی رضی الله تعالی عنه، مسئولی که با مردم خطاب میکند که اگر راست رفتم کمکم کنیم، اگر کج شدم از دستم بگیرید. کسی از مابین مردم دست خود بالا میکنه، در مقابل مسئول میگه اگر کج شدی با شمشیر راستت میکنیم، اگر کج شدی با شمشیر راستت میکنیم. او به زندان انداخته نشد و مسئول شکر میکشد که در مابین امت محمد علیه السلام چنین انسانهای مخلصی وجود دارد که با جرأت و با آزادی عام و تام به خلیفه اسلام میگه اگر کج شدی با شمشیر راستت میکنیم. ما چنین نظام داشتیم و داریم که جهان، اگر در هر گوشه جهان امروز روشنی دیده می شود، برکت شعای همان نظام اسلامی است که امروز اروپای آبادی در کره زمین وجود دارد، وگرنه اروپایی ها قبل از آمدن خلافت اسلامی به قاره اروپا در جنگل زندگی می کردند. بنابراین وقتی که دوستی عزیز، باز هم جمله خود را تکرار می کنم که ما به حیث مسلمان وقتی که یک مسئولیت هم می خواهیم که به دوش بگیریم، ببینیم که در اینجا اسلام چی پیامی دارد. اول باید گفت نظام سیاسی اسلام کاملا از دموکراسی غرب مشخص است، دارای ویژگی های مشخصی است که هیچ ضرورتی به پیوند ندارد. امکان دارد وجوهات مشترکی در مابین نظام سیاسی اسلام و دموکراسی باشد، اما این به این معنا نیست که اسلام این خوبی ها را از دموکراسی گرفته، بلکه دموکراسی اگر خوبی هایی داشته باشد از اسلام گرفته است که دینی فطرت است. نظام سیاسی اسلام در سه بعد و در سه اصولی جامع تفکیک می شود از نظام های بشر ساخته، یا آنچه که به دست بشر ساخته می شود. اول با قانون قوی و جامعش، دو با دقت تام در انتخاب، سه اصلی که هرگز هدف وسیله را مباح نمی سازد، که سر این سه نکته بحث می کنم.
نظام سیاسی اسلام دارای قوانینی است که او قوانین استوار است با چند اصول عمده: کتاب خدا، سنت رسول الله، اجماع علمای امت، قیاس، عرف پسندیده، استحسان. اصطلاحات اصولی ضرورتی نیست که بالای هر کدام از این تشریح کنیم که خلاصش بیان میکنیم، و دیگر دلائل و مصادر شرعی. مشروعیت خود نظام قوانین اسلام از این چند چیز میگیره که در رأس همه کلام الهی قرار دارد: وحی، دوم سنت پیغمبر که وحی خفی گفته میشه، سوم اجماع علمای امت که وقتی که یک قضیه حکم از او در قرآن و سنت پیدا نمیشد، یکی از خلفای اسلام همه علما را جمع میکردن، با ایشان مشوره میکردن که در این باره نظر علما چیست. چنانچه در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درباره میراث مادر کلان یا جده دلیلی پیدا نشد که برای جده یا مادر کلان میراثش چه مقدار است. اینجاست که حضرت ابوبکر صدیق علما را خواستن و در نتیجه به این اصطلاح نکته تصویب شد قانون که میراثش یک به اصطلاح بر شش یا سدس گفته میشد، یک بر شش میراث مادر کلان و یا جدت. مثال اجماع را خدمت هم افتاد. قوانینی که سرچشمه از او وحی الهی باشد، مقننی از او رب العالمین باشد که مکلف بسازد، عظیمترین پیغمبر را محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم توسط عظیمترین کتاب، بزرگترین دستوری زندگی که برای سعادت انسانها قوانینی وضع کند، فرق میکند با او قانونی که پنج نفر یا شش نفر که امکان دارد که بعضیشان مبتلا به شراب نوشی باشد، بعضشان به چیزی دیگر باشد، بشینن یا ده نفر یا صد نفر قانونی را آنچه که از ذهنشان تراوش میکنن وضع بکنن و ادعا بکنن که این قانون تضمین کننده سعادت و نیکبختی برای انسان هاست. ببین تفاوتی را از کجاست تا به کجا. قوانینی که در او اصلا قضیه طبقات مطرح نیست، مسئله رنگ و بو مطرح نیست. او خالق همگی، هدف اساسی از او تامین عدالت، سیاه و سفید در اونجا یک شد، حتی کافر و مسلمان در پیش روی قانون، زن و مرد، خرد و کلان، عرب و عجم، عالم و جاهل، همگی در پیش روی قانون یکسان است. خلیفه وقت قاضی استاد میکنه در پولوش یک یهودی، خلیفه وقت امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه دعوا میکند بالای یهودی که لباس جنگی مرا یا زری جنگی مرا ای آدم سرقت کرده. قاضی شرعی پرسان میکند که شاهد، میگه حسن فرزندم، میگه اصلا شهادت فرزند به نفع پدر درست نیست از نظر قضا، یک و دیگر نصاب شهادت دو است لاقل، تو خو یک نفر. فیصله میکند به حق یهودی و ما پیدا کنید چنین مثالی برام پیدا. درست است، ما نمیگم که فعلا ما مسلمان ها به این قانون پابند هستیم و این را میفهمیم، ولی این زنده است، این تاریخ ماست، این افتخارات ماست. کتاب خداوند از الف تا یا محفوظ، سنت پیغمبر، تاریخ خلفای اسلام، افتخارات ماست که همگی الحمدلله با آب طلا، با خط طلا در قلب و اوراق تاریخ نوشته شده است. عدالت، قوانینی که هدف از او تأمین عدالت هست در زمین. دوم،
قضیه انتخاب. در نظام دموکراسی غرب چیزی که زیر نام الیکشن یا انتخابات مطرح است، در اونجا هیچ معیاری دیده نمی شود که برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته شده باشد. متاسفانه فقط کلمه انسان، کلمه انسان. ولی در نظام اسلام یا سیاسی اسلام دو جانب موردی بررسی قرار داده میشه: انتخاب کننده اول، انتخاب شونده ثانیا. نظرت به کی میتی؟ به احمد. نامتان؟ محمود. عمرتان؟ 40 سال، 45 سال. معلوماتتان؟ اینقدر. انتخاب کننده یا رأی دهنده در نظام سیاسی اسلام موردی بررسی و ارزیابی قرار میگیرد که شرط رأی دهی در آدم هست و یا خیر. وقتی خداوند موردی خطاب تو را قرار میده، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بزرگترین امانت تو گرفته ای به کی میتی؟ آیا در تو شروط هست که امانت به کسی بسپاری و تفکیک کنی که کی مستحق حمل امانت است؟ انجاسی موردی بررسی قرار میگیری، موردی ارزیابی قرار میگیری. نه این که خلاص ما حق داریم، اختیارم که با چرسی میتون، با بنگی میتون، با شرابی میتون، با قاتل میتون، با سارق، با رهزن، با هر که نخیر. تقوا در رأس همه چیز. تو در صورتی حق رأی دادن داری که خودی تو پابندی احکام شرع باشی. دو، علم و دانش کافی که در مابین تلخ و شیرین تفکیک کرده بتان. علم و دانش که در مابین تلخ و شیرین تفکیک کرده بتان. دور بودن از هر نوع تعصب، مرضی است که در هر قلب این مرض راه پیدا کرد، با ایمان خداحافظی کرد. خلاص برابر است که تعصب قومی باشد، تعصب سمتی باشد، تعصب قبیلوی باشد، تعصب نژادی باشد، هر چی که باشد. یک جمله پیغمبر بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه می فرماید: کسی که زیر بیرق تعصب کشته می شود، مرده از او مثل مرده یهودی و یا عیسوی و نصرانی است. خلاص تو با دینت خداحافظی کرد، در تو باید تعصب نباشد. و همچنین هدف رضای الله تعالی باشد. این چند چیزی که خلاصه شد از شروطی که در رأی دهنده اسلام در نظر گرفت. میریم طرف رأی گیرنده یا منتخب یا کاندید. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که از زندان کشیده شد، نظری بسیار عالی دادن به پادشاه مصر. پادشاه مصر وقتی که فقاهت و فهم و درک و به اصطلاح بینش و علم و دانش حضرت یوسف را دید، سخت متعجب شد. گفت انک الیوم لدینا مکین امین، تو امروز پیش ما انسانی نیرومند و انسانی با امانت و امانتدار هستی. میخواست که یکی از وظایف عمده، خصوص وزارت فواید عامه که امروز آنچه که قرآن اشاره میکنه چند وزارت در بر میگیره: وزارت خزانه، مالیات، وزارت فواید عامه، وزارت زراعت. چرا از خواب به پادشاه گفت که 7 سال قحطی میآید
و 7 سال بعد از قحطی 7 سال سری میآید و 7 سال بعد از سری قحطی میآید. گفت چی باید کرد؟ گفت شب و روز مصری ها باید سرگرمی زراعت باشند تا اینکه در سالهای قحطی پیششان همه چیز تیار باشد و بتوانند که هم خودکفا باشند و بتوانند که به دیگران هم صادر بکنند مواد خوراک را. گفتی وظیفه توست. یوسف علیه السلام دو جمله دیگر خودشان افزودند: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. این وظیفه را به من بگذار، چرا که دو صفت دیگه ایست که حفیظ، نگهبان، امانتدار، علیم، دانشمند. دوستی عزیز، کجا تو و کجا یوسف علیه السلام؟ تو وقتی که با همه احترام من خوش میشم که در وطنی عزیز من برادرهای دانشمندی داشته باشم، همشیرهای دانشمندی داشته باشم که اونها به این ملت خدمت بکنن، اونها مستر خدمت و خیر به ملت خود شوند. ولی متاسفانه با مایکروسکوپ در تو سواد دیده نمی شود. وقتی که پوستر خودت چاپ میکنی لا اقل دو صفحه پیرامون شخصیتت خود عوض کرده ای. می تو رسم دانشی من، تجربه کاری من، آینده افغانستان، براتان کلینیک می سازم، سرکار جور می کنم، برق میارم. اولا تو کی؟ وزیر صحت عامه خود دیگه کس است. ما مکاتب براتان میسر، تو جناب وزیر معارف نیستی. شفاخانه ها براتان میسازم، این خوب کاری تو نیست. من این تو رسم، او تو رسم، او تو رسم. رئیسانه به ما بتین برادر، بیا که به مو پیغمبری که دوستش داری، یقین دارم که پیغمبر تا دوست داری. اگر تو ما خودت هر دمان از خطی از او دور هستی، بیا که یک سر میزنیم که در این باره چی پیامی دارد و یک مقایسه میکنیم ما بین خودت، ما بین ابوذر غفاری. میگه ذهبت الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدمتشان رفتم، قلت و گفتم یا رسول الله الا تستعملنی؟ ای پیغمبر خدا، یکان وظیفه برم نمیتی؟ قائل کیست؟ ابوذر. و ابوذر تقریبا اکثریت تان میشناسه. ای ابوذر یک الگوی تقوا و شجاعت، و در وقتی حضرت معاویه تبرزینش در سر گردنش است و طرف شام حرکت میکنه، در هر جایی که هر کس میبینه که دارایی بیشتری جمع کرده تبرزینش بالا میکنه، میگه از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ آیه کریمه را زمزمه میکنه در کوچه ها، در بازار. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که طلا و نقره را جمع کردند، زراندوزی کردند، در راه خدا مصرف نمی کنند، به عذاب دردناک بشارتشان بدی، خبرشان بدی. ای ابوذر هست همین شخصیت. میگه یا رسول الله یکان وظیفه برام بدی. میگه یا ابوذر انک ضعیف، تو یک مردی ناتوان هستی. انک ضعیف، تو یک مردی ناتوان هستی. از دی وظیفه برام آمدن نمیتونی. انها امانه، یک امانتی بزرگ است. و انها یوم القیامت خزی و ندامه، در روز قیامت باعث رسوایی و پشیمانی است. الا من اخذها و ادى الذي عليه فيها، مگر کسی که ایده بگیرد، حمل کند و بتواند که امو مسئولیت خود ادا بکند و امو حق که یا مکلفیتی که بالایش است از خلال امانت او را ادا کرده بتواند. ولی تو را در این تیپ نمی بینم. پیغمبر بزرگوار با صحابی جلیل القدر حضرت ابوذر غفاری چی میگن؟ انها امانه. عبدالرحمن بن سموره رضی الله تعالی عنه، فاتح افغانستان به نزد بعضی تاریخ نویسه ها و سیرت نویسه ها، حتی در بعضی روایت آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش گفت اذهب الى کابول
و کابل برو. به این خاطر است که بعضی تاریخ نویسا میگن از جمله در رأس فاتحین کابل، کابلستان، که به همه مناطق در بر میگیرد، حضرت عبدالرحمن ابن سمره قرار داشت که به امر پیغمبری بزرگوار علیه السلام مکلف شده بود. اگرچه فتح افغانستان بعدها شد، ولی از او وقت توظیف شده بود کسانی که به خاطر نشر اسلام و پخش نور به این سرزمین آمده بود، که از افتخارات ما افغان هاست که این سرزمین به دست صحابه فتح شده است و نور خدا در این سرزمین پیاده شده. با عبدالرحمن این سمره میگه یا عبدالرحمن، میگه بله قربان، بفرمایید. میگه لا تسأل الاماره، هرگز وظیفه را طلب نکن. فإنک ان اعطیتها عن مسألة وکلت الیها، اگر برد وظیفه داده میشود با اقصاص تقاضای خودت، خداوند دست کمک پس میکند و تو را به حال خودت میسپارد. بدون کمک خداوند کس نمیتونه یک قدم پیش برد. و این اعطیتها من غیر مسألة او عن غیر مسألة اعنت علیها، اگر تو تقاضا نمیکنی و برد داده میشد بنا به شایستگی که در تو باشد، خداوند کمک کرده میشه، از طرف پروردگار حمایت و حفاظت میشه. دوست عزیز، برادری عزیز که دوست دارم، مادری مهربان، همشیره نهایت ارجمند، وقتی که تو به خاطر به دست آوردن چنین کاری که دماغ خودت او توان نبوده که امانت حمل بکنی و ایر ادا بکنی، مرتکب صدها دروغ میشی، صدها پروپاگند با میلیونها مصرف به خاطر خریدن آرا، ضمیر و وجدان دیگرا، و آنچه را که به دست میاری چیز، آیا تضمین میکنی که در آینده آنچه که میگی و همه را تو بدون کمک خداوند لاف زده رایی؟ ما ایطور میکنم که اوطور میکنم که ایطور می به حیث یک مسلمان برد میگم، این مکلفیت و مسئولیت ما است که در روز قیامت خداوند از گوشم گرفته کش میکند، که در مسجد جامع وزیر اکبر خان صدها تن از برادرای مسلمانی تو آمدن نماز خواندن، وقتی که خود کاندید کردن، در اینجا چرا پیام رسول الله را برشان نگفتی؟ پیام مرا چرا برشان نگفتی؟ این مسئولیت من که به نزد خداوند، خدا از ما پرسان میکنه، رسولم از ما پرسان میکنه که بعیسی یک طالب العلم مسلمان در یک کشوری اسلامی که برادرها با تو نماز میخواندن، آواز تو به گوش خواهرات میرسید، چرا در اینجا یک کمک واری روشنی نانداختی؟ اینجاست دوستی عزیز، میخواهی که موفق باشی، کامیاب باشی، بیا ببینیم که رای موفقیت در کجا. رای موفقیت قسمی که گفته شد در آنچه که خدا و رسول به ما داده است، نظامی که از طرف خدا و رسول تصویب شده است که ارزیابی میشه، میریم طرف ارزیابی کاندید، از موضوع دور نریم که کاندید دارای چه مشخصاتی باشه. تقوا در رأس همه چیز قرار، ترس خدا، تا به وقتی که ترس خدا نباشد، ترس خدا از چی پیدا میشد؟ از وجدان بیدار. وجدان بیدار از کجا میاد؟ از ایمان قوی. او ایمان است که همیشه در قلب تو خوف خداوند را که خداوند همیشه حاضر و ناظر گویا میبینی. بعد از او علم و دانش کافی، تجربه فوق‌العاده، توانی تأمین عدالت و همچنین دور از هر نوع تعصب، دلسوزی به امت محمد صلی الله علیه و سلم، قربانی در راه مشکلات، فهمی درست احکام شرع، ای همه چیزی است که تو را متأهل می سازد که ای امانت حمل بکنی. بلی
در جایی که در قریه، در منطقه، در شاری، در گوشه ای که کسی غیر از تو وجود نداشته باشه، خداوند امو انرژی که به تو داده به دیگه کس نداده، امو تقوایی که به تو داده به دیگه کس نداده، امو توان و تجاربی که تو داری دیگه کس. اینجا جایز است که مثل حضرت یوسف علیه السلام خود کاندید کرد، خود کاندید کنی، ولی لاف نزن. با وجود این همه هرگز تو یوسف شده نمیتانی، او پیغمبر و او پادشاه عادل که نظری مبارکی از اوست که مصر تمام کشورهای همجوار خود در 7 سال قحطی غله صادر میکنند، که از خلال همین بود که برادرانش از فلسطین آمدن به خاطر غله خری و بالاخره با برادر خود دیدن و با یوسف ملاقات شدن. در نهایت امی شد که برادرشان برادرای خود خواست و پدر خود خواست به مصر. دوست عزیز، یک نظر به قرآن بگذار از این سر و صداهای غرب، اینا خود چی شدن که به ما شود؟ فاقد الشی لا یطیع. درست است شاید در برابر استبداد و دیکتاتوری جوانب مثبتی دموکراسی داشته باشد، اما وقتی مقایسه شود با نظام خدا هرگز امکان موازنه و مقایسه نیست. صدها بدبختی را به بار می آرد، به میلیون ها پولی که مصرف می شود به خاطر رسیدن به چوکی پارلمان، اگر این پول در فواید عامه به کار برده شود، از این پول شفاخانه ها ساخته شود، از این پول فروجه های عام المنفعت ساخته شود، از این پول وطن عزیز آباد شود، از این پول فقرا و مساکین، ایتام و یتیمای بی سرپرست که در آفتاب سوزان بالای سرشان آسمان و پایین زمین افغانستان است، این وطن آباد آزاد می شود. اینجا سوسی عزیز که باید خدا اصلاح بکنه. درست است، بسیار عالی، بسیار خوب. اگر توان خدمت داری بسم الله پیشو، اگر کار کرده میتونی بسم الله پیشو، ولی به نیت اصلاح. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، حضرت شعیب میگه ما فقط اراده اصلاح را دارم در چوکات توان خود، ولی دعی که از این مرض دور شیم. درست است تو کاندیدی خود داری و احمد کاندیدی خود داره، نباید اختلافات در کاندید باعث سلاح کشی شود، باعث بدبختی شود. خانه فلانی من 4 سال است که نرفتم. چرا؟ ولی ما در کاندید در کمپاین فلانی بودیم، او در کمپاین فلانی بود، او در کار خدا شوی، لعنت خدا به چنین کمپاینی که باعث در هم پاشی و قوت اسلامی شد. این در کمپاین فلانی بود، چیزت میشه بیادرم میشه، در کمپاین فلانی رای داده، به می خاطر ما 4 سال است که امروز گپ نمیزنیم، فخرم میکنم. لعنت خدا به چنین کمپاین، لعنت خدا به چنین نظامی که زخمهای رو گرفته را دوباره میخارد با چنین روشی که انسان مسلمان تو ببین بزرگترین گناه غیبت است و از او بالاترین گناه تهمت است. تو فقط به خاطر از اینکه به تو رای بودن، به محمود رای نتن، در مجلسی که میشینی اولین نقل دسترخانت کوبیدن محمود است. او آدم اینطور است، اینطور است که 150 عیب در او ثابت میکرد. کل هدف چیز که او را بکوبی، از نظر مردم پایین بیندازی تا اینکه مردم به تو رای بدهند. لعنت خدا به چنین رای گیری، لعنت خدا به چنین انسانی که به این شکل رای میگیرد. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادر خدا اون برده باشه و بخورد؟ بد میبینید را، این ناپسند است. یک کسی گفت یا رسول الله، یک کسی عیوبش ذکر شد در مجلس پیغمبر علیه الصلاه و السلام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که غیبت نکنیم برادر مسلمان خود. گفت یا رسول الله امی عیوب دو هست. گفت امی عیوب هست که عیبش ذکر میکنین که غیبت هست، اگر نباشه و چیزی ببینی بهتان هست. این دستاورده های متاسفانه دموکراسی غربی است. به جای از اینکه زخمه های ما روی بگیرد، دیگر زخمه های ما خاریده می شود.
سنگرگیری به پول، سنگرگیری در مقابل یک دیگر با آبرو و عزت یک دیگر بازی کردن که ما باید چوکی برازیم. لعنت خدا به چنین چوکی که در هر قدمی که به طرف یا حرکت میکنی از نظر دروغ، پروپاگاند، خودخواهی، تهمت، غیبت، پول مصرف کردن، پول حرام، انسانها را خریداری کردن، در هر قدمی که به طرف یا چوکی حرکت میکنی لعنت خدا بالایت میبار. از خدا بترس، نکو، از خدا بترس. بل نظام اسلام، رایگیری و شورا اساس در اسلام. در قرآن در سفاره 25 سوره شورا داریم و امروهم شورا بینهم، سوره شورا داریم، قسمی که گفته شد وقتی که ارزیابی شد رأی دهنده و رأی گیرنده 51 نفر یک طرف، 50 نفر یک طرف، 51 نفر رأی میبرن، اکثریت محترم است. اما آنچه که تو داری در دا اونجا مسئله ارزیابی رأی دهنده و رأی گیرنده نیست. 101 نفر که بارها این مثال از ذکر، 101 نفر بدماش، راهزن، دوست، مختلص، حرامخور در یک صف قرار میگیره. 100 دانشمند در یک صف قرار، 101 نفر باید کامیاب شود طبق نظام دموکراسی غرب. قرآن میگه و این تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر اکثریت ها را در روی زمین تو پیروی کنی تو را گمراه میسازن، از راه خدا بیرون میرانن. اینجاست که اکثریت بدون سنجش، اکثریت های بدون ارزیابی، بدون موازنه، بدون وزن در میزان عدالت و اسلام و شروطی که اسلام وضع کرده است برای رای دهنده و رای گیرنده، بدون از او، همان مصداق گفته اقبال است که گریز از طرز جمهوری، غلام پختکاری شو که از مغز 200 خر عقل انسان بر نمی آید. دوستای نهایت عزیز، باز هم ما در یک عملی انجام شده قرار داریم، به این معنا که خوب است اگر چنین پروسه پیش می رود، پروسه انتخابات پیش می رود. اولا خواهری عزیز، برادری عزیز، ببین که تو چیزی کرده میتونی یا نمیتونی. اگر چیزی کرده میتونی، نمیتوانی، با کمک خداوند و همکاری ملت عزیز خود با مردم نیجا. برادرها، ما یک جذبه خدمت در ما است، اگر الله با ما کمک کنه و شما با ما کمک کنیم، انشاءالله در چوکات توانم امکان داره که مستر خدمت تن شوم. پول ندارم، دلار ندارم، امکان داره که از ما کده بیادرها و خواهرهای لایقتری وجود داشته باشه، ولی یک جزه خدمت دارم، شما با ما همکاری بکنیم. با همکاری شما امکان داره که به یک جایی برسیم، به جای از اینکه به اصطلاح داخل یک مجلس، یک پارلمان، اگر طور مثال 200-300 نفر انسانای منفی، اگر 200 انسان خوب در ما بین باشد، قضیه معاملگری مطرح نشود و جذبه ایمانی باشد که خدمت به وطن بکنن، کاری خوبی. ولی نگو که ما همه چیز میفهمم، ما از دیگرا بهتر هستم. قرآن میگه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، خود تزکیه نکو، خود تعریف نکنین. خداوند خوبتر میداند که انسانی مقبول با تقوا، پرهیزگار و مناسب کیست. یک زن پرسان کرد پیغمبر علیه السلام، گفت ما اسم نام چیست؟ گفت بره. نام ما گفت نیکوکار. امروز خب شما ماشاءالله نام ها من بخلاف اعمال من است، نام ملک القاب من، بعضی پرهیزگار و بعضی هوشمند و بعضی عقلمند. در هوشمند من با مایکروسکوپ هوش دیده نمیشود، در عقلمند من با مایکروسکوپ عقل دیده نمیشود، در پرهیزگار من با مایکروسکوپ پرهیزگاری دیده نمیشود. ولی تحمل قدر آیست. گفت ان اسمک، گفت بره، گفت نیکوکا، گفت لا اسمک زینب، نام تو را من زینب ماندم. فلا تزکو انفسکم،
خودت تعریف نکنی، خودت تعریف نکنی، خودت تزکیه نکنی. دوستی عزیز، به فکر خودی من خسته نشوی. چیزایی بود که باید بشنوی، باید در زندگی خود با صدق و راستی حرکت بکنی، با کس وعده ندی. از جمله علایم نفاق پیغمبر میگه و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده کرد خلاف ورزی میکند. و همون طور تعداد زیادی از کسانی که کسانی را به پارلمان رساندن ها خاک به سر ما میگه چی اشتباهی بزرگ شد، احمد را به پارلمان رساندیم دیگه هیچ از ما پرسان نکرد، وعده های دادگی خود فراموش کرد. و اذا تومین خان، یکی از جمله علامه نفاق همیست که امانت به او سپاریده نشد، در امانت خیانت میکند. ای امانت است، آیا میتونی که پیش ببری؟ آیا این که دیگه خیانت میکن؟ اینجاست که به شفق و صفا حرکت بکنی، رضای الله را در نظر گرفتن، رضای پیغمبر را در نظر گرفتن و حقوق ملت خود را در نظر گرفتن. با کدام رو؟ فرضاً تو به توسط پول یا زور یا هر قسمی که شد، یا دروغ یا فریب یا مکر، یک بار به چوکی رسید و آرمانت هم همی بود در زندگی، دعا بکنیم در حق برادرت، دعا بکنیم چی گفت است؟ بخیر خدا کاندید که بگیسیم، یعنی به چوکی میرسی؟ در شبام شاید اگه هم بخیزی تحجیل خدا یادی که آرزو من میست که یک بار من در چوکی بشانم، در چوکی یک بار که به حیثی وکیل صاحب مرا خطاب کنم، چی چوکی مقبول و چی یک مجلس خوبی. این مسئولیت چوکی را خلیفه اسلام عمر ابن عبدالعزیز در کرد. خلیفه قبلی در خط سربسته وصیت کرد که بعد از من بچه کاکام عمر ابن عبدالعزیز خلیفه باشد. در وقتی مرگ سلیمان ابن عبدالملک بود، برش گفتن که خلیفه را جاینشین خدا بگو، گفت نوشته کردم. با مجردی که سر کاغذ باز شد، وصیت خلیفه خوانده شد که بعد از من عمر ابن عبدالعزیز، چیغ زد و به زمین افتید. گفت خدایا این چه مصیبتی است، فقیه امت محمد نواسه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، قوی ترین شخصیت امت محمد، فقیه، عالم، سیاست مدار، عادل، چیغ زد و به زمین افتید. گفت خدایا در بزرگترین بلا مرا مبتلا ساختی، خدایا از دستم بگیر. و خلیفه راشدی اسلام وقتی که نامش خوانده می شود و زمین بیهوش می شود از ترس خدا، می افتد در قصر خلافت زندگی نکرد، لباس پادشاهی و امارت نپوشید، بالاخره در نتیجه عدالت این شخصیت مبارک اسلام گرگ با گوسفند یک جا آشتی کرد، خزانه ها بیت المال ها پر شد که امروز به نام صندوق جهانی است. کسی قریه به قریه، شهر به شهر زکات خود گرفته میگشت، زکات خور پیدا نمیشد در قلمرو امپراتوری و خلافت اسلام. برکت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه، یک کمک واری به حیث یک برادری مسلمان میگم، برادری مسلمان، خواهری مسلمان، همه چیز میبینی و میخوانی، چرا یک بار به سیرتی خلفای اسلام برده میگردی؟ نظام سیاسی اسلام از خلال سیرت پیغمبر و سیرت و تاریخی درخشان اسلام نمیخوانی که کمک واری کنترل شد، با ایمان و وجدانت بازی نکنی، با ملتت بازی نکنی، با سرنوشت مردم. اگر وقتی که برگشتی راه روشن میشه، با خداوند اتکا کردی چنانچه که در حدیث شریف خوانده و اذا اعطیتها من غیر مسئلت، وقتی برد داده شد بدون از اینکه خود حرص داشتی یا خواستی، اعنت علیها، خداوند کمکت میکنه، الله دستت میگیره، راهی راست برد نشان میده، راهی درست برد نشان میده، از انسانهای منفی دور نگات میکنه، رأی خوب برد الهام و تلقین میشه، مستر خدمت قرار میگیره. راه راهی مصطفی، راه راهی مصطفی.
دیگر راهی نیست غیر از راه مصطفی. هر راه گمراهی است، با مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست. اگر به او نرسیدی تمام بوله حبیب. خداوند لطف و کرم از ما راضی باش و راضی شو. خداوند لطف و کرم توفیق به ما بده که دین خدا بفهمیم، اسلام خدا بفهمیم، شریعت خدا بفهمیم، قرآن خدا بفهمیم و در زندگی خود را عملی بسازیم. اللهم صل على محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك. در نهایت یک چند کلمه پیرامونی فضایل ماه شعبان معظم خدمتتان عرض میکنم. بسای نهایت عظیم که انشاءالله در ما بین رمضان مبارک و ما و شما روزهای کم مانده، کمتر از یک ماه، امکان داره 24 روز یا 25 روز مانده باشه. و این ماه مبارک شعبان ماهی است که مقدمه است که ما تمرین میکنیم به خاطر استقبال رمضان مبارک. به این خاطر است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در این ماه روزه میگرفتند و در این ماه بیشتر عبادت بکنیم. در این ماه اگر روزه میگیریم، عبادت میکنیم، یک نوع آمادگی است به خاطر استقبال رمضان مبارک. چرا؟ چرا در شعبان تیاری داشته باش؟ چرا که قبولی هر عبادت به دو شرط گری خورده است. اول تخلی، دوم تحلی. تخلی به این معنی که از تمام صفات قبیح و ناپسندی که مانی قبول روزه می شود باید از حالا ما خدا دور کده برو. یک انسان وقتی که میخواد لباس نو و جدیدی را بتن کند، اول غسل میکند، بدن خود پاک میکند. انسان عاقل بالای بدنی که در او چرک باشد هرگز لباس نمیپوشد الا در حالت ضرورت. تخلی لازم است که باید تخلی داشته باشیم، یعنی از تمام صفات قبیح. طور مثال از امیالی شروع میکنیم، از این بعد دیگه غیبت نمیکنیم. چرا؟ غیبت روزه را از بین میبرد. از امیالی توکل به خدا شروع میکنیم که دروغ نمیگیم، دروغ ثواب روزه را از بین میبرد. از امیالی به لقمه حلال خدا عادت میتیم، لقمه حرام باعث از بین بردن روزه است. از امیالی توکل به خدا با یک جهاد علیه نفس، با رشوت بایکات میکنیم. چرا؟ رشوت باعث از بین رفتن ثواب روزه و رمضان است. از اختلاف، از ظلم، از دروغ، از بغتان، از قطع روابط با برادر و خواهر مسلمان از امیال شروع میکنیم. به می خاطر است که در ماه شعبان معظم که ما دارای ویژگی ها و خصوصیات و فضائل زیاد است، چون وقت کم است، برادرها در آفتاب ششتگی است، به این خاطر زیاد تماس نمیگیریم. حکمتی عبادت در شعبان نمیز که انسان تخلی را در نظر میگیرد. به این معنی که ما خود از تمام صفات قبیحه، صفاتی که مانی قبول روزه رمضان می، مانی عبادت می شود، از او خود پاک می کنیم. تخلی صفات خوبی را می پوشیم، لباس پاکی را بتن می کنیم. دروغ او طرف انداختم؟ صدق. خیانت او طرف کو؟ امانت. خودخواهی او طرف کو؟ خیرخواهی. بخل او طرف کو؟ جوانمردی و سخاوت. این همه صفاتی است که در رمضان مبارک به اون نیازمند هستیم. نباید عبادت من موسمی باشد که فقط در رمضان خدا را بشناسیم، مساجد پر شود و در غیر رمضان با مساجد، با عبادت و ذکر و اذکار و بندگی خدا حافظی کنیم. این از جمله حکمت عبادت در شعبان المعظم و از جمله ویژگی های شعبان المعظم حکمت شمیسته که ما به رمضان مبارک یک آمادگی عام و تام داشته. از همین لحظه خدایا با تو اگر چندی ما ضعیف هستیم پاک الهی به ما توفیق بده که رمضان مبارک همون قسمی که تو میخواهی به مو شکل روزه بگیریم و رمضان باعث سعادت و سربلندی ما بگردد، باعث نیکبختی ما شود، باعث قبول عبادت ما شود و باعث محو تمام گناه ها ما شود و رمضان امسال من از رمضان های گذشته به مراتب خوبتر باشد. ملت عزیز من است
سر بلند داشته باشی. اختلافات و بدبختی را از ما بین ما دور کن، وحدت و یک پارچگی را حاکم بساز. الهی تمام این نظام‌هایی که خلاف قرآن و سنت است از خاک اسلام و از خاک افغانستان دور بکن. الهی نظام مبارک اسلام که تمام سعادت ها در او تضمین شده است، توفیق بده که در خاک خود و در تمام کره زمین او را عملی بسازیم و پیاده بسازیم. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك. نعم نحب وحدة قلوبنا مفعمة نخرج نمضي قدما.